همراه میشیم با سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم. خانم تحویلی، با توجه به اینکه این گزارش از طرف سازمان‌های داخلی تهیه شده، چه نکات مهمی داره که در گزارش‌های دیگه کمتر بهش پرداخته شده؟ مهمترین ویژگیش به نظر من این هستش که به هر حال متخصصان از داخل کشور این گزارش رو تهیه کردن، این سومین گزارش هست و به هر حال تقریب درستری از وضعیت بد اینترنت در ایران دارن حالا به نسبت تمام گزارش‌های دیگه که از بیرون ایران تهیه میشه. و یه نکته مهمی که در این گزارش هست این هستش که مسئله فیلترینگ رو مورد هدف قرار دادن به نسبت تمام حالا بحثایی که همین الان در دوران انتخابات حالا داره انجام میشه، برای اینکه روی زیرساخت‌ها قرار هست کار بکنیم و فیبر نوری بیاریم. در واقع به نوعی با شرایطی که وجود داره، با همین زیرساخت‌هایی که وجود داره، اینها بررسی کردن که اگر فقط فیلترینگ رفع بشه یا کمتر بشه، یا چیزی که اونها بهش فیلترینگ هوشمند ازش نام بردن، اگر اینها نباشه ما میتونیم به یک وضع شاید استیبل‌تری در اینترنت برسیم. و اینکه به هر حال با تمام اون پارامترهای بین‌المللی که وجود داره برای کیفیت اینترنت بررسی کردن ایران رو در حالا در همه مقایسه‌هایی که دارن متأسفانه در قعر جدول هست با هر جایی که مقایسه کردن، و قسمت اصلیش به خاطر این فیلترینگ سراسری هستش که در واقع طبق چیزی که در این گزارش نشون داده شده هیچ خط و مش واضحی هم نداره. فیلترینگ هوشمند در واقع نوعی از فیلترینگ هستش که امروز از به هر حال مدل‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنن برای اینکه یک محتوا، یک وبسایت که ممکن هست امروز هیچ مشکلی نداشته باشه، همه ازش استفاده کنن، حتی یک سایت داخلی باشه، ولی فردا فیلتر بشه به دلایل نامشخص لااقل برای متخصصان. و این نامه رو و این گزارش رو اینها بار قبل هم به اون 6 عضو کمیته فیلترینگ که مستقیما از طرف دولت در اون کمیته هستن نوشتن، و این خب نشون میده که در زمان مناسبی به نظر من مسئله مناسب درستی رو مورد هدف قرار دادن. در این گزارش همونطور که اشاره کردید به فیلترینگ اشاره شده، در موردش بحث شده. به طور کلی فیلترینگ گسترده چه آسیب‌های دیگه‌ای به جز تاثیر بر سرعت اینترنت خواهد داشت؟ به روی زیرساخت‌ها خب خیلی به هر حال فشار میاره. ببینین زیرساخت‌های ایران متأسفانه در زمینه مخابرات خب خیلی به روز رسانی نیستن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در بحث مخابرات هم از نظر زیرساخت‌هایی که در زمین نصب میشن و در هوا هستن در جفتش تحریم هست. یعنی هر کشوری، هر شرکتی که قرار باشه که به ایران کمک بکنه که به روز رسانی بکنن، یکم بهتر بشه وضعیت مخابرات، به هر حال باید تحریم‌ها رو دور بزنه. وجود فیلترینگ به همین زیرساخت‌هایی که خیلی هم به روز نیستن دوباره یک فشار مضاعف میاره. غیر از اینکه به هر حال در بحث آموزش آنلاین، در بحث اقتصاد دیجیتال و همه اینها تاثیر داره و ضربه مستقیم رو روی اقتصاد میزنه، هم بابت اینکه بر کسب و کارها تاثیر میذاره، هم غیر از اینکه خود پروسه فیلترینگ اصولا یک پروسه بسیار هزینه بر هست و با فشار مضاعفی که روی زیرساخت‌ها میاره، در واقع این هزینه چند برابر از چیزی که ما تصور می‌کنیم باید در نظر گرفته بشه، که خب متاسفانه مردم در وهله اول تحت تاثیر همچین سیاستی قرار میگیرن. متشکرم از توضیحات شما. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم.